خب سلام همگی، اول ممنون با از وحید بابت ارائه جذابش. بالاخره ما فهمیدیم اینی که تو توییتر میگفتن چی بود. خب سینا رضایی هستم، امروز من میخواستم یه ارائه بر مورد کیتور آماده کنم براتون، برای اینکه بدونیم که به چه دردهایی ما میتونه بخوره. تصمیم گرفتیم اینو به عنوان ارائه موبایل بکند باهاش بنویسیم و معرفی کنیم به شما. خب اولین باری که من اسم کیتور رو شنیدم تقریبا یک سالی میگذره ازش. خب اون موقع همه دوستان اندروید دیولوپر ها کاتلین میزدن، بکن دیولوپر های اسپرینگیمون کاتلین میزدن، کلن یه هایپ کاتلینی بود. دیتا انجینیر که خودمان بودیم کاتلین میزدیم، کلن همه داشتن کاتلین میزدن و خب همه کارا داشت را میافتاد و من حسم این بود که خب چه کاریه بریم به فریمورک کاتلینی هم بنویسیم، میریم با همون اسپرینگمون کاتلین میزنیم. و حسم این بود که احتمالاً یه سری سافتور دیولوپر یه زبون جدید پیدا کردن، گفتم بریم یه دونه فریمورک هم با این بنویسیم، مثلا اینکه یه معدن سیمان جدید کشف بشه، بگیم یه پل هم با سیمان های اینجا بسازیم. حس خوبی نسبت بهش نداشتم. اینو به خاطر میگم که شاید شما هم کیفیت خوب نیست. اوکی میبینید، گفتم شاید شما هم با این دید اومده باشید. توی این ارائه اول از همه میخوایم بگیم که چرا این دید غلط بود. بعد از اینکه من رفتم این رو یاد گرفتم، دیدم که چقدر چیز جالبیه. و اول بگیم که کیتور کلن چی هست و بعدم یه چند تا سمپل کدی که به درد اندروید دیولوپر هایی که میخوان برای یا iOS دیولوپر هایی که میخوان برای اپشون یه بکند بنویسن آماده کنیم. خب اولین چیزی که ما بریم توی گیت‌هاب کیتور به همون گفته که کیتور چی هست، نوشته یک فریمورک برای ساختن سریع اپلیکیشن ها با کاتلین و کمترین کار. یه چیزایی داره بهمون میگه، خب توضیحات خوبی نیست. اطلاعات بیشتری که از خود سایتش و جای مختلفی میشه جمع کرد. کیتور چی هست؟ کیتور یک فریمورک بک اند دیولپمنت پیورلی با کاتلین نوشته شده. و فلسفه طراحی این چی هست؟ اولین چیز، نکته‌ای که همه جا برید در موردش بخونید بهش میرسید unopinionated بودنش هست. منظور این چیه؟ منظور اینه که هدف طراحی کیتور این نبوده که شما رو وادار کنه بیاید از کیتور استفاده کنید. شما میتونید توی بخش‌های مختلفش از هر فریمورکی که دوست دارید استفاده کنید، مثلا لاگین، تمپلیتینگ، مسیجینگ، هر جایی توی دیتابیس میخواید بسشید با یه فریمورک دیگه، dependency injection، با هر چیزی که دوست دارید، رو هر سرولت کانتینری دوست دارید اینو بتونید بیارید بالا، حالا با یه ویژگی که سرولت API استیبل بالا رو ساپورت کنه. و خب حالا جلوتر میرسیم که این چه معنی داره و چقدر اشاره میکنیم که چقدر بعضی فریمورک‌های خیلی معروف مثل جنگو که میشناسیم اینو ندارن، چقدر ما رو اذیت میکنن. حالا با توجه به اینکه جمعیتی کوچولو عوض شده، من یه بار دیگه اون سوالو بپرسم، ورزش کنم، بک اند دیولپر چقدر داریم اینجا؟ یکم تعداد بیشتر شد. پس من یکم سعی میکنم که این چیزایی که میگم رو یه کوچولو توضیح بدم، اگه براتون آشنا نبود هر جایی بگید مشکل نداره. یکی هم بحث اپلیکیشن کامپوزیشنه که به شما نمیگه MVC بنویسید، نمیگه که کلاس تعریف کنید، نمیگه که فانکشن بسازید. دوست دارید همه رو بیاید توی همون مینتون بنویسید، کل بکند رو دوست دارید، اگه خیلی از این فان بودن کاتلین خوشتون میاد هی بنویسید فان 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 فانکشن تعریف کنید، دوست دارید کلاس بسازید، دوست دارید همون معماری که تو اندروید داشتید، لیرد آرکیتکچر داشتید، همون رو بیارید توی بکندتون، اصلا دیتا کلاساتون رو کپی کنید این و هر جوری که دوست دارید. یه ویژگی دیگه کیتور اسینکرونوس بودنشه که خب هدف از این همین استش که ما بتونیم با یه ماشین کوچیک، با یه سرور کوچیک تعداد ریکوست بالایی رو ساپورت کنیم، بتونیم جواب بدیم بهش. هم اسینکرونوس هستش هم نان بلاکینگ. حالا خیلی وارد تفاوتش نمیخوام بشم. خب اولا گفتیم سرور دیولپمنت فریم ورک هستش و آفیشیالی دیولپد و اسپانسرد بای جت برینز است. اولین نسخه‌ای که از کیتور روی گیت هاب اومده مال سال 2015 هست، ولی خب اولین ریلیزی که واقعا انجام شده 2018، تازه اونم پری ریلیز بوده، یک ماه بعد از این تاریخ ژانویه ریلیزش انجام شده. در نتیجه میبینید خیلی فریمورکی هستش که مشخص اون گوشه مونده بوده
یکی به ذهنش رسید که آقا این به یه دردی میخوره، از یه جایی به بعد بریم جواب بریم استفاده کنیم ازش. واسه همین خیلی جاها وقتی برید ببینید که از کیتور چی میگن، بهتون میگن که این خیلی قدیمیه، مثلا توی این همه سال چقدر کم فیچر زدن، چقدر ضعیف کار شده. ولی واقعا نگاه کنید تا یک سالهایی این اصلا کار نمیشده روش، صرفا همون ایده اولیه بوده که یه کاتلینی اومده، حالا سال گفتن 2010 نه 2011 بریم باهاش بک اند فریم ورک بزنیم، این ایده بوده و شکل گیریش واقعا از همون ورژن 0.9 شه که توی 2018 ریلیز شده. حالا من یک عکسی آوردم از کنفرانس کاتلین کانف 2018 که اومده نسبت بین فریم ورک های کاتلینی میزان تعداد فیچرهایی رو دارن حالا با یه استیمیتی و با سنشون مقایسه کرده. خب ببینیم کیتور یه جای خیلی خوبی نیست. علت اصلیش اینه که همون که گفتیم این خیلی مدت دیولپمنتش با وقفه مواجه بوده، کند بوده، کامیونیتی نداشتن. ولی خب الان استیتی که داره به نسبت مثلا فریمورک هایی مثل HTTP4K که پیورلی کاتلین هست، میکرونات که خیلی فیچر بیس دارن، میکرونات کلن فول استکه، یعنی همه چیز رو داره، تمپلیت انجین داره، خودش دیتابیس کانکشن داره، همه اینا رو میتونید استفاده کنید، لاگین خودش داره. ولی به نسبت اینها هم نگاه کنید توی ترند های گوگل بالاتر هست، میزان سرچش بیشتره. هم یه خوبی که داره، البته هنوز هم کم هست، ولی توی استک اوورفلو بیشتر سوال ازش پرسیده میشه، بیشتر مشکل براش پیش میاد و بیشتر جواب داده میشه. کلا کامیونیتی بیشتر نسبت به HTTP4K که خیلی از نظر فیچر داشتن فیچرهای بیشتری داره، از قضا HTTP4K هم فول استک نیست مثل کیتوره، ولی خب باز هم کیتور داره معروف تر میشه. یه علتش خب اگر هم نگاه کنید، من متاسفانه نمودارش رو یادم رفت بیارم، یه جامپ زده واقعا سرچش، یعنی از اون سالی که جت برینز اومد آفیشیالی گفت من اینو اسپانسر میکنم واقعا از اون موقع اومد بالا. خب حالا چون اولش شاید اینا کمتر براتون جذاب باشه، ولی قول داده بودیم مقایسه کنیم با بقیه فریم ورک ها، چون دوستان بک اندی هم کمتر هستن. من سه تا فریم ورک رو انتخاب کردم، یه دونه فریم ورک کیتور، دو تا کاتلینی دیگر رو انتخاب کردم و بعدش هم کیتور با دو تا غیر کاتلینی مقایسه می‌کنیم که ببینیم این کیتور چیست، چه ویژگی‌هایی داره، اون تفکری که من داشتم نسبت بهش غلطه، درسته. خب بین این فریم ورک‌های کاتلینی، اسپرینگ که معروف‌ترین فریم ورک بک اند دیولپمنت جاوایی هست، حالا احتمالاً تو تیم هاتون بک اند دیولپر هاتون اسپرینگ استفاده می‌کنن یا میشناسید توی دوستاتون اگه جاوایی باشن استکشون. خب از همه قدیمی تره، از همه فیچرهای بیشتری داره، از همه به قولی بیشتر استفاده میشه، از همه کندتره. کیتور و HTTP4K پیورلی کاتلین هستن، توی ردیف اول توضیح دادیم. اسپرینگ خب اگه شاید استفاده کرده باشن دوستانی که گفتم بک‌اند دیولپر هم، بعد پلاگین JPA رو اضافه کنید که بتونید توش کاتلین کد بزنید. از طرفی کیتور یکی از مهمترین ویژگی‌های کاتلین که توی بک‌اند خیلی ازش استفاده می‌کنیم، کوروتین ساپورت داره، HTTP4K نداره. اسپرینگ هم یه لایبرری هست به اسم اسپرینگ فو، ترد پارتیه، مثلا با اون میشه کوروتین کاتلین هم استفاده کرد توی بک‌اند، ولی خب آفیشیالی نداره. از اون طرف حالا اوپن تریسینگ و میکرومتر دو تا ابزار مانیتورینگ وضعیت بکند برای بکند های جی بی ام بیست هستن، دو تا از معروف تریناشن، خیلی خیلی جای این استفاده میشه و خب به خاطر فری بودنشون بیشتر افرادم از اینا استفاده میکنن. کیتور متاسفانه نه اوپن تریسینگ رو ساپورت میکنه، نه میکرومتر. HTTP4K همینجور که نوشته میکرومتر رو پشتیبانی میکنه، اسپرینگ همه رو به صورت آفیشیالی بدون ترد پارتی ساپورت میکنه. از اون ور احتمالاً سوگر رو استفاده کردید دیگه، درست میگم؟ API که بک اند دیولپر بهتون میده، یه دونه سوگر UI بهتون میده، اونجا تایپ ورودیاتونو نوشته، اند پوینت ها رو نوشته. کیتور یه بدی که داره، این رو ساپورت نمیکنه، یه ترد پارتی برای ساپورتش داره که خیلی هم باید کد رو کثیف کنید تا از اون ترد پارتی بتونید استفاده کنید، ولی خوبش دیدی فور که اسپرینگ که ساپورت میکنن. از نظر تمپلیتینگ انجین ها اسپرینگ که خب هرچی معروفه رو تقریبا ساپورت میکنه، HTTP4K 5 تا رو،
کیتور دو تا رو فری مارکر و ولاسیتی، حالا شاید دوستان بکند استفاده کرده باشن. ولاسیتی که انقدر قدیمیه و یه جورایی اذیت کنه که اسپرینگ هم دپریکیتش کرده، میمونه فری مارکر. یعنی از بعضی جهات کیتور هنوز ضعف رو داره، ضعف دیولپمنته، ضعف کوچیک بودن کامیونیتیه. از نظر پشتیبانی از وب سوکت ها، خب هر ستاشون وب سوکت رو ساپورت میکنن، ولی مهمتر از همه از نظر سرعت که دوباره توی اسلاید بعدی هم در مورد این صحبت میکنیم، کیتور واقعا فریمورک سریعیه. حالا اسلاید بعدی یه توضیح بیشتری در موردش بهتون میدم. خب HTTP/4K توی بنچمارکینگ ها وسط، اسپرینگ هم معمولا جز اون تهیاست، صرفا به خاطر اسکیلبل بودنش میشه ازش خوب استفاده کرد. خب ما ایرانی ها که معمولا استفاده نمی کنیم، ولی کیتور رو راحت میشه گوگل اپ انجین ران کرد، HTTP/4K AWS لامدا میشه دیپلویش کرد، اسپرینگ هر دوتا، خب مثلا EC2 هم که همشون کلن میشه. بعد حالا من اومدم توی مرحله بعدی، گفتم خب با توجه به اینکه کیتور چرا کلن ایجاد شده، با یه فلسفه ذهنی اسینکرونوس بودنه، با این دید که آنوپینینیتد، به همون توضیحی که گفتم، در نتیجه بعد با فریمورک هایی که توی شکل خودش هستن مقایسه کنیم. من یه دونه کیتور آوردم، وب گو که حالا فریمورک دومه بک اند نوشتم با گو، بعد HTTP گو همون آفیشال اصلیش، و بعدم تورنیدو. تورنیدو هم یه فریمورک خیلی خوب و خیلی قوی پایتونیه که کلن برای حل مسئله سی تنکی ساخته شده، concurrently handling 10K request، یعنی میخواد به 10,000 تا یوزر همزمان با یه ریسورس خیلی کمی جواب بده. در نتیجه یه فریمورک مثل کیتور unopinionated و خیلی از نظر پرفورمنسی بین پایتونی ها که بهترینه و واقعا فریمورک قویه. ما میخوایم حالا کیتور رو با این دوتا مقایسه کنیم. گو رو که خب میشناسیم، هر جا که میخوان پرفورمنس براشون مهمه، هر جا که اسپید براشون مهمه میرن سراغ گو. تورنیدو انتخاب پایتونی هاست و این ورمان یه چیزی جدیدی داریم که کمتر استفاده شده به اسم کیتور. از نظر بنچمارکینگ، حالا یه چیز خیلی ساده رو که بخواد درگیر بقیه قضایا نشه، یعنی من یه ریکوستی نزنم توی دیتابیس یه چیزی بنویسم، خب چون ایمپلیمنتیشن اون تیکه با کیتور نیست، ممکنه مشکل ایجاد کنه توی بنچمارکینگ ها، ممکنه خیلی معتبر نباشه. ولی یک چیز خیلی ساده رو در نظر بگیرید، مثلا من یه پست ریکوست میزنم به وب سرورم، دو تا پارامتر بهش میدم، همون دو تا پارامتر رو میخوام برگردونه، و اینو میام مثلا با تعداد خیلی زیاد کانکارنت میزنم. خب اگر بخوام یه همچین مقایسه ای انجام بدم، تورنیدو بین فریمورک ها فریمورک خوبی حساب میشه، وب گو خب جزء بهترین فریمورک هاییه که برای این منظور ساخته شده، و کیتور از هر دوتا اینها سریع تره. تقریبا اوریج کیتور و وب گو من امتحان کردم یکی بود، ولی ماکسیموم لیتنسی کیتور نصف وب گو بود. در نتیجه فریمورک واقعا سریع حساب میشه، از نظر پرفورمنس واقعا بهینه است، شما هم رم کمتری مصرف میکنید، هم میتونید با یه وی پی اس کوچیک تعداد یوزر خیلی بالایی رو جواب بدید. موزلی که برای همه موبایل دیولپرها و همینطور کلا بک اند دیولپرها هست. از نظر ساپورت کوروتین، خب تورنیدو که روی پایتونه با AIOHTTP و الان اگه آشنا باشید و با لایبرری های ایسینکرونوس پایتونی، ولی ترد بیس داره جواب میده. وب گو خب گروتینای گو رو داره، یه کوچولو هم از کوروتینایی که ما تو جاوا داریم بهتره، خیلی نمیخوایم داخل بشیم که ببینیم فرقشون چیه، ولی کیتور خب از کاتلین کوروتین استفاده میکنه. ما هم توی امروز یه بخشی از کدمون رو با کوروتین پیاده سازی میکنیم. از نظر اینکه بخوایم به یک دیتابیسی بسشیم، هر ستای اینا گفتیم که شما رو فورس نمی‌کنن، بعد از ترد پارتی یا یعنی لایبرری آفیشیال دیگه‌ای، مثلا برای کیتور از اکسپوز استفاده کنید، گو آر ام و تورنیدو هم همینطور. از نظر ساپورت وب سوکت، کیتور وب سوکت ها رو ساپورت می‌کنه، وب گو نمی‌کنه و تورنیدو ساپورت می‌کنه. در مجموع برایند بخوایم در نظر بگیریم، اگر یه سری چیزای دیگه بذاریم کنار، سایز کامیونیتی رو بذاریم کنار، فرضاً میگم به عنوان مهم‌ترین فاکتور، از نظر خود فریمورک بین این سه تا
اگه پرفورمنس برامون مهم باشه کیتور بهترینه. خب توی این اسلاید هم همینو به صورت خلاصه توضیح دادیم که چرا بک‌اند دیولپرها میتونن از کیتور استفاده کنن، احتمالاً خوششون خواهد اومد. پرفورمنس بالا که اگه شما کوریتون‌ها رو با ترید کولینگ استفاده کنید میتونید تعداد ریکوست خیلی خوبی رو درست جواب بدید. فست بسیار راحت کد زدن و ساختن یک بک‌اند با کیتور که از این به بعد توی اسلایدهای بعدی ما می‌خوایم توضیح بدیم، در یعنی پیاده سازی رو ببینیم. خیلی راحته، خیلی کم نیاز کد بزنیم. خب ران تایم انوایرمنتش جی وی ام استاتیکالی تایپ هست، در نتیجه اگر یه چیزایی رو رعایت کنیم میشه به نسبت حالا مثلا تورنیدو مقایسه کنیم راحت تر میشه باهاش فریم ورک رو چند نفره بک‌اند رو چند نفره دیولپ کرد و پروژه بزرگی رو باهاش انجام داد. کلی کلاینت داره، شما اندروید ای کد میزنید مثلا عادتتون اینه رتروفیت استفاده میکنید، خودش یه کیتور کلاینت داره، اونو میندازید با اون وصل میشید، برای آی او اس داره، برای جاوا اسکریپت داره، برای کلاینت های کانکت شدن به بک‌اندمون. از طرفی هم خب هم برای ساختن وب سوکت مناسبه، هم رست ای پی آی میتونید باش بنویسید. به نظر من یه خوبی که داشت که میشد توی لاکت مطرحش کردیم بود که خب خیلی دوستانی که اندروید دیولپر هستن، منم خودم به عنوان اندروید دیولپر وقتی میخوام یک موبایل بک‌اند خیلی ساده بنویسم میتونم از فریم ورک کیتور استفاده کنم. چرا؟ خیلی بخشای کدمو مثلا میتونم فرضاً همه اون لایر، اگه مثلا لایر آرکیتکتچر دارم اون لایر ای پی آی امو کل کلاساشو مثلا بزنم توی یه ساب ماژول گیت، تو بک‌اندم هم عیناً همونو بیارم، دیتابیس هم احتمالاً مشترکن، خیلی میتونم از کدم دوباره استفاده کنم. اگه اونجا سریالیزیشن جیسون راحت، هم اینجا همینطور، اگه موشی اونجا استفاده میکنم اینجا میتونم همون استفاده کنم، جکسون فرقی نداره. در نتیجه خیلی میتونه کدتون شبیه باشه بک‌اندتون به فرانت‌اندتون، از این کدای اونجا میتونید استفاده بکنید و خیلی راحت سرورتون رو بیارید بالا. خب حالا ما چند تا یوز کیس من در نظر گرفتم که یک اپلیکیشن اندرویدی داریم، به عنوان بک‌اند چه انتظاراتی داریم. خب احتمالاً اولین چیزی که از بک‌اندمون انتظار داریم توی اپامون خوشمون میاد داشته باشیم رجیستریشن و وریفیکیشن یوزره، و خب سابسکریپشنی اگه داریم دوست داریم اینو ببریم توی بک‌اندمون که نتونن اپمون رو کرک کنن و یه نسخه پرویی ازشون منتشر کنن. و یه چیزی هم که خب آدم دوست داره داشته باشه توی اپلیکیشن چته، اگه مثلا یه اپ گیمی دارید به یوزراتون اینو امکانو بدید که با هم تعامل کنن، سوشالایز کنن، بتونید به قول اگر هم برای پشتیبانی میخواید مثلا یو ایکس اپتون به هم نریزه، نرید از این چت‌های آماده استفاده کنید، میتونید راحت یه سیستم چت با پشتیبانی بذارید توی اپلیکیشنتون. ما اینها رو میخوایم مراحل نوشتن بک‌اند کیتوری که اینها رو ساپورت بکنه رو اینجا با هم ببینیم. میبینید کد رو راحت؟ توصیه دوستمون خب حالا برای اونایی که نمیبینن هم من میتونم یک کوچولو توضیح بدم. خب ببینید کلن این یه بک‌اند کیتوره، هیچ کد خیلی زیادی براش نذارید، یه هلو ورد، از همونطور که میبینید یه دونه فانکشنیه که توی مینمون صدا کردیم. خب بخش روتینگو داره، یه گت، احتمالاً اینا رو آشنا هستید دیگه، که کلا روتین میشه مپینگی که از آدرس ها و حالا المان های داخل آدرس به یک فانکشن توی بک‌اند ایجاد شده، راوتینگ بک‌اندمون. خب راوتینگمون رو اینجوری تعریف کردیم اینجا که یه دونه فقط خود همون هاست یا آی پی دامین اولیه هستش، توی جوابش یه هلو ورد می‌نویسیم. این آبجکت کال کل اتفاقاتی که قراره توی اینپوت و آوتپوت بک‌اندمون اتفاق بیفته این هندل، ببخشید ریکوست و ریسپانس بک‌اند رو این آبجکت کال هندل می‌کنه توی کیتور. خب کال دات ریسپانس تکست
و یه تکست پلن به شما هلو ورلد برمیگردونه. این اولین کدی که ما توی کیتور میبینیم. خب توی کروم اگه رانش کنیم به صورت دیفالت رو پورت 8080 خودشون میاره بالا، هلو ورلد رو بهمون نشون میده و ساختار بکندمون هم یه همچین چیزی هست. کلن یه فایل کاتلین داره در اولش، حالا من لاگینگ لاگ بک استفاده کردم، تمپلیت ممکنه فایل HTML داشته باشیم میزنیم توی اون پوشه تمپلیت و کانفیگ اولی اپلیکیشنمون هم توی اون اپلیکیشن دات کانف هست. چیز خاصی هم نداره کانفیگش، مثلا کانفیگ لاگینگ و اسم مین ماژولمونه.